خوش اومدیم به یک هفته نامه دیگر از آکادمی گنج. این هفته نامه احتمالاً هفته نامه کوتاه تری خواهد بود، اونم به خاطر اینکه خیلی چیزی تغییر نکرده، انگار که زمان به گل نشسته، حداقل در چارت بیت کوین. راجبش دقیق‌تر صحبت می‌کنیم که دقیقاً منظورم از این حرف چیه. اما کاری که امروز می‌خوایم انجام بدیم مثل همیشه نگاهی به اخبار هفته گذشته، عدد CPI که منتشر شد و همچنین هفته پیش رو، مخصوصاً انتهای هفته پیش رو که جکسون هول رو پیش رو داریم، می‌خوایم راجع به اون صحبت کنیم. یک کمی راجع به آنچین می‌خوایم صحبت کنیم، یک نموداری که زیاد این ور اون ور داره می‌چرخه، کمی بیشتر می‌خوایم با هم راجعش صحبت کنیم، دقیق‌تر بفهمیم که چی هست و در نهایت مثل همیشه سری به چارت بیت کوین بزنیم و یادآوری بکنیم به خودمون که کجای داستان هستیم. با ما همراه باشید. طبق معمول از هفته گذشته آغاز میکنیم. اول از همه CPI رو روز چهارشنبه داشتیم برای آمریکا. CPI ماه به ماه همون 2.5% طبق انتظارات گزارش شد، ولی CPI سال به سال 2.9%، یعنی 0.1% کمتر از ماه گذشته و 0.1% کمتر از انتظارات 3% ظاهر شد. خب این چه معنی میتونه داشته باشه؟ بیاتون بیاد که فدرال رزرو در فکر این هستش که خب کی میتونه نرخ بهره ها رو بیاره پایین و چقدر میتونه بیاره پایین، و بازار هم طبیعتاً این سوال رو داره از خودش میپرسه. و نگرانی بازار از اعلام CPI، این عدد تورمی، این بود که اگر این عدد تورمی کماکان بالا باشه، نشون میده که فد هنوز نیاز داره که نرخ بهره رو بالا نگه داره. اما با 2.9% اعلام شدنش، با کمتر شدن از انتظاراتش، CPI نشون داد که یه جورای فرصت فراهم هستش که برای اینکه فدرال رزرو بخواد شروع بکنه به کاهش نرخ بهره. و این رو میتونیم توی این نمودار هم ببینیم. پیشبینی ها رو داریم میبینیم برای 18 سپتامبر 2024 برای اینکه نرخ بهره چه چیزی اعلام خواهد شد، و نسبت به هفته گذشته میتونیم ببینیم که یه ذره تغییر کرده، ولی خب کماکان همه چیز سر جاش هستش. کماکان تقریبا همه مطمئنن که ما کاهش 25% رو خواهیم داشت و حدود 1/4 تریدرهای بازار معتقد هستن که حتی کاهش 0.5% رو خواهیم داشت، یا اینکه یک جلسه اضطراری از الان تا 18 سپتامبر، یعنی تا حدود یک ماه دیگه، اتفاق خواهد افتاد که 25% دیگه پایین خواهد آورد. به هر حال بازار این رو در واقع پرایس این کرده، اینو قیمت گذاری کرده. قیمتایی که داریم میبینیم چه در بازار بورس آمریکا که الان بهش نگاه میکنیم و چه در بیت کوین و کلا در همه بازارها، انتظار بر این کاهش بهره هستش. بنابراین انتظار نداشته باشین روزی که اعلام میشه که خب 25% یا 0.5% کاهش نرخ بهره اتفاق افتاد، بخواد تغییر قابل توجهی در بازار به وجود بیاد. تاثیراتش از الان کم کم گذاشته شده و بیشتر بیشتر هم گذاشته خواهد شد. اما اتفاق دیگه‌ای که هفته گذشته داشتیم، در روز پنجشنبه unemployment claim ها اعلام شد. unemployment claim ها در واقع درخواست های بیکاری جدیدی هستن که در واقع میاد توی آمریکا. انتظار میرفت که 236,000 تا unemployment claim داشته باشیم، اما 227,000 تا داشتیم، یعنی کمتر از انتظارات. دوباره نشون میده که قدرت بازار کار هم اونقدر بد نیست. این یه ذره در تناقض هستش با CPI، که در تناقض که نیستش، اما سیگنال برعکسی رو داره به فد میده که خب آقا اوضاع بازار کار هنوز اوکیه. ولی هم فدرال رزرو هم تریدرها میدونن که اوضاع اقتصاد آمریکا یک کمی در حال این هستش که نزدیک بشه به جایی که به مشکل بخوره، و بنابراین یه جورای قطعی هستش که ما به زودی باید این نرخ بهره رو بگیریم. و اگر که فد دیر بکنه، همونطور که موقعی که شروع به کاهش نرخ بهره کرد یا شروع به افزایش نرخ بهره کردش در سایکل قبلی، اگر که دیر انجام بده، دیر حرکت بکنه، میتونه که باعث در واقع اتفاقات خیلی بدی بشه، مثل رکود در آمریکا، که مطمئنا چیزی هستش که فد نمیخواد اتفاق بیفته. پس این از هفته گذشته بود. هفته پیش رو چی داریم؟ به طور خاص بخوایم به آمریکا نگاه بکنیم، روز چهارشنبه میتینگ مینت بیرون خواهد اومد، خلاصه صورت جلسه در واقع FOMC بیرون خواهد اومد، جلسه گذشته شون. معمولا خبر خیلی گنده ای نیستش، چون همه صحبت ها رو شنیدیم در موقعی که آقای پاول همین صحبت ها رو در واقع در سخنرانی و در واقع جلسهش با گزارشگرها بیان کرد. پس اون خیلی به نظر من عمیق و بزرگ نخواهد بود. اما در روز جمعه ما در جکسون هول رو داریم، جلسه جکسون هول رو داریم که بانک‌های مرکزی مختلف میان و صحبت میکنن رؤساشون، و آقای پاول به عنوان چیر فدرال رزرو هم اونجا خواهد بود. اون به نظر من خیلی بزرگتر خواهد بود تاثیرش. احتمالاً قراره که یک استنسی از آقای پاول ببینیم، یک
رفتاری از آقای پاول ببینیم که کمی داویش باشد با توجه به اطلاعاتی که داریم میگیریم، با توجه به نگرانی هایی که از رکود وجود داره، ولی خب صحبتاش قطعا بسیار مهم خواهد بود و حتما حتما با هم دیگه دنبالش خواهیم کرد. بریم یک سری به آنچین بزنیم، اتفاقات جالب اونجا افتاده و بعد از اون به تکنیکال ها میرسیم. قبل از اینکه بخوام به چارتای همیشگیمون در آنچین نگاه بکنم، بخوام این چارت رو بهتون نشون بدم. چارتی که احتمالاً شاید این بر اون بر توی توییتر و اینستاگرام دیده باشین در چند وقت اخیر و اون هادل ویپ ها هستش. هادل ویپ ها برای ما چیز جدیدی نیست، مخصوصا دوستانی که دوره آنچین رو برداشتن. هنوز میتونید که برداریم و شرکت کنید. در جلسه پنجم راجع به بندها و موج ها صحبت کردیم و مفاهیمش رو کامل گفتیم، اما برای دوستانی که کمتر در جریان هستن میخوام یک اشاره ای به این موضوع بکنم. چیزی که خیلی پخش شده در فضای مجازی این هستش که خب آقا این هادل ویپ ها که نشون میدن که چه مقدار از بیت کوین ها چند وقت هستش که تکون نخورده، الان به سمتی داره میره که انگار تیتری که معمولا زده میشه که تیتر دقیق و درستی نیست، اینه که هولدر های طولانی مدت بیت کوین یا هادلر ها دارن بیت کوین نگهداری میکنن. این خیلی دقیق نیستش. برای اینکه یک بیت کوین به عنوان یک کوین قدیمی شناخته بشه، به عنوان یک کوین در حال هادل شدن گماشته بشه، لازم هستش که یه مدت طولانی بین 3 تا 6 ماه از جاش تکون نخوره. هر سایتی متفاوت اینو حساب میکنه. گلاس نود اگر اطلاعات شده نگاه میکنی معمولا 5 ماه حساب میکنه، اینجا بین 140 روز تا 6 ماه حساب میکنه، خیلی فرق نمیکنه. اما نکته داستان اینه که کسی داره خرید نمیکنه. این نمودار حداقل این رو نشون نمیده. نمودارهای دیگه ای داریم که نشون میده، اما این نمودار چیزی که نشون میده این هستش که مقداری زیادی بیت کوین وجود دارد که حدود 6 ماه هستش که از جاش تکون نخورده. و طبیعی هم هستش. اینا کیا هستن؟ اینا هادلرهای طولانی مدت بیت کوین نیستن، کسایی نیستن که در سایکل قبل خریدن، اینا کسایی نیستن که در دره گذشته خریدن، اینا کسانی هستن که نزدیکی قله خریدن و این اتفاق هر دوره میفته. هر بار که قله شکسته میشه یک سری خریدار جدید هیجانی و از ترس از جاموندن وارد میشه، خریدها رو انجام میشه و بعد این بیت کوین ها تکون نمیخورن. پس این چیزی که داریم میبینیم صرفا رفتار کسانی هستش، رفتار بیت کوین هایی هستش که در قله اخیر خریداری شدن، قله 4 5 ماه پیش خریداری شدن و به معنای این نیستش که هادلرهای قدیمی در حال خرید هستن. اینو خواستم یه ذره کلاریفای کنم، روشن کنم براتون. این چارت های خوشگل جالبن، ولی اگر ندونیم چطور باید بخونیمشون و مفهوم دقیق پشتشون رو ندونیم، میتونن خطرناک باشن و برداشت های اشتباهی به ما بدن. برای همین هم هستش که دوره آنچین اینجا وجود داره. کوتاه هستش دوره، حدود 10 جلسه بیشتر نیستش، ولی مطمئن باشین دیدگاهی که به شما میده خیلی خیلی فراتر از چیزی هستش که میتونید از نمودارها یا از چارت های مختلف دیگه دریافت بکنید. بسیار عالی، بریم سراغ نمودارهای همیشگیمون. یکی لیکویدیشن رو می‌خوایم ببینیم. خیلی اتفاق جدیدی نیفتاده. یه سری پوزیشن بیشتر با لیکویدیشن در حال هوش 72,000 تا تشکیل شده، پوزیشن شورت بیشتر تشکیل شده. ولی خب این چیز جدیدی نیست. بعد از ریزش‌هایی که در دو هفته اخیر داشتیم، این به وجود اومد و الان صرفاً تقویت شده و خلاصه یه جوری داره اون رنج رو برای ما تایید می‌کنه. رنجی که توی تکنیکال‌ها برسیم بیشتر با هم راجع بهش صحبت می‌کنیم. اما چارت مورد علاقه من شورت ترم هولدر SOPR رو داریم نگاه می‌کنیم و این چارت چیزی هستش که به ما اون سیگنال این رو میده که آقا الان بازار افتاد تو هیجان. الان توی جایی هستش که وقت خرید هر دیفی، وقت خرید برای تریدرها. دقت کنید راجع به هولدرها دارم صحبت نمی‌کنم. اگه هولدر بیت کوین هستین، سرمایه گذار هستین، میدونین که راهکارش چیه، راهکاری که خودم انجام میدم، راهکاری که بارها پیشنهاد دادم. دلار کاست اوریجینگ، هر روز 5 دلار بیت کوین بخرید، هر هفته 1000 دلار بیت کوین بخرید، مهم نیست. یه مقدار حتی کوچیکی، حتی شده 5 دلار کوچیک 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 با فاصله های ثابت خریداری بکنیم، بهترین راه سرمایه گذاری تو بیت کوین بر تو هر در واقع دارایی دیگه بوده و هستش. اما در راجع به تریدرها صحبت میکنم. وقتی شورت ترم هولدر SOPR، شورت ترم هولدرها کیا هستن؟ تریدرهای بازار هستن. وقتی شورت ترم هولدر SOPR بالای 1 میره و خودشو بالای 1 نگه میداره، اونجا جایی هستش که بازار جذاب هستش برای ترید به سمت لانگ. و الان داریم میبینیم که خیلی اینطور نیستش، یه جورایی سردرگمه. این قیمت که سردرگمه و داره یک رنج خیلی محدودی رو در 6 ماه گذشته میزنه. شورت ترم هولدر SOPR هم وضعیت مشابهی رو داره. خوبی شورت ترم هولدر SOPR این هستش که به ما یه ذره زودتر از قیمت میتونه که سیگنال بده که آقا ترند شروع شد، ولی الان به نظر هنوز ترندی وجود نداره. دو تا چارت دیگه که همیشه بررسی میکنیم،
اوپن اینترست و فاندینگ ریت هستن. همونطور که گفتم زمان به گل نشسته، خیلی چیزی از هفته گذشته تغییر نکرده که بخوام اضافه بکنیم. اوپن اینترست کماکان نسبتا پایین هستش بعد از ریزش بزرگی که اتفاق افتاد در اوایل آگوست، و فاندینگ ریت هم خیلی مثبت نیست، خیلی منفی نیست. تریدرهای لانگ و شورت جفتشون وجود دارن، جفتشون تقریبا دارن در کنار هم دیگه توی این بازار رنج پول می‌بازن. بسیار عالی، بریم به نمودارها و تکنیکال نگاه بکنیم و این هفته نامه رو با هم دیگه جمع بکنیم. این بار به جای اینکه از چارت بیت کوین شروع بکنم، با چارت OBV، ایندیکیتور OBV بیت کوین شروع میکنم. OBV یکی از دوست داشتنی ترین ایندیکیتورهایی هستش که من باش کار میکنم. حتما از من پیشنهاد میکنم که شما هم باش کار بکنید. لینک آموزشش رو میتونید توی کپشن ببینید، یه ویدیو دیگه یوتیوب هستش. و چیزی که اینجا داریم میبینیم این رنج نزولی هستش، این در واقع کانال نزولی هستش، و این شکست این کانال نزولی به سمت بالا چیزی هستش که من نیاز دارم برای اینکه بتونم با اعتماد قابل توجهی وارد بازار بشم، و تا موقعی که این اتفاق نیفته خبری نیستش. خب این چرا اینو گفتم؟ اول میخوام راجبش صحبت کنم، بعد راجب قیمت صحبت کنم. اگه نگاه کنیم تو قیمت یه چیز خیلی مشابهی میبینیم، یک رنجی میبینیم که اونقدر ترتمیز نیستش، به اندازه OBV ترتمیز نیستش، اما مشخصه که در این 6 ماه خیلی قیمت جای خاصی نرفته، در حال نوسان اینجا هستیم. هیجان‌های قابل توجه، کندل‌های سبز پشت سر هم نداریم، کندل‌های قرمز پشت سر هم آنچنان نداریم. توی رنج نسبتاً محدودی داریم بالا و پایین میشیم و یه جوری توی اون فاز صبر هستیم. و علت این که من دوباره تایتل رو این گذاشتم که آواز آب تکون نخورده، همه چی سر جاشه، همین هستش. تا موقعی که این رنج شکسته نشه کار خاصی نمیتونیم انجام بدیم. اما شکسته شدن این رنج ممکنه که خیلی دیر باشه، خیلی که نه، حداقل یکم دیر باشه برای اینکه بخوایم وارد بشیم به پوزیشن لانگ. اما OBV رو برای همین داریم که یه ذره لیدینگ باشه واسمون، یک کمی زودتر بتونه به ما خبر بده. در مورد حرکت به سمت پایین چی؟ این خط پایین رو ممکن از من بپرسن آقا این اصلا چه جوری اینجا گذاشتی؟ من اینو بگم اول این خط رو چه جوری کشیدم. اولا توی نمودار خطی اگر بیان، یعنی به قیمت کلوز اگر نگاه بکنین، خط بالا رو به راحتی میتونیم با این سه تا نقطه بکشیم. و بعد از اون کاری که کردم این بود که این خط رو به موازاتش آوردم پایین و اینجا گذاشتم. خیلی خط مهمی نیست، چیزی نیستش که من بر اساسش بخوام عکس بکنم، نگین که وای این خط خیلی خاصه و نقطه‌ای هستش که با ساپورت بده و رزیستنس بده، نه، صرفا آوردمش پایین یه جایی که به نظر جالب میومد گذاشتم. صرفا میخوام اون رنج رو بهتون نشون بدم، اون کانالی که درش داریم حرکت میکنیم رو میخواستم بهتون نشون بدم. پس به این خط خیلی پای نداشته باشیم. اما میگم چیزی که مهمه اینه که ما تو این رنج فعلا گیر کردیم. چند تا کار میشه کرد توی رنج ها، اینو در دوره تریدینگ به عنوان شغل با هم صحبت کرده بودیم. یه کاری که میشه کرد این که از پایین رنج سعی بکنیم لانگ بگیریم تا بخوایم با ادامه شکست رنج رو در واقع ترید بکنیم، یعنی اینجا لانگ، این پایین اینجا لانگ بگیریم که اگر اینجا شکستی داشتیم با یه نقطه ورود خیلی خوب وارد شده باشیم، یا اینکه میتونیم صبر بکنیم به بالای رنج برسیم و اینجا دنبال شورت بگردیم برای اینکه اگر که ریزش طولانی‌تر اتفاق افتاد اونجا بخوایم در واقع نقطه ورود خوبی داشته باشیم. یه راه دیگه و راه کانسرواتیو تر و محافظه کارانه ترش اینه که صبر کنیم شکست اتفاق بیفته و بعد در ریتستش اینجا بیایم وارد پوزیشن لانگ بشیم. همه اینا طبیعتاً خطرهای خاص خودشونو دارن. تریدینگ هیچ وقت قرار نیستش که تریدای همیشه موفق یا همیشه ناموفق داشته باشین. ما فقط کافیه که یه ذره بیشتر از 50% بتونیم که در واقع موفق باشیم و همه تریدرها راه تریدر شدن در واقع همین هستش. ولی خب من دارم چیزی که دارم میگم اینه که به جای اینکه دنبال کف این کانال باشیم، بگردیم که آقا این خط صبر رو من اینجا بذارم اینو بخواید تکون بدین، یا بخواید این پایین دنبال ریسک کردنش باشین، چیزی که من دوست دارم انجام بدم این هستش که منتظر شکست این OBV باشم، این خط روند در OBV باشم، و این به نظر من میتونه که یه موقعیت خیلی خوبی به ما بده در کنار قیمت طبیعتا و در کنار پرایس اکشن. اما خبرهای خوبی که هفته پیش اومد، خبرهای نسبتا خوبی که حداقل هفته پیش اومد، تاثیر مثبتی داشت روی بازار بورس آمریکا. بعد از این شکست قابل توجهی که در بازار بورس آمریکا دیدیم، به خاطر داستان ژاپن، به خاطر داستان ین که قبلا با هم صحبت کردیم در هفته نامه های گذشته، این هفته مثبتی بود برای بازار بورس آمریکا، به طور خاص و مهمتر از همه به خاطر CPI که اعلام شد و یه جوری خیال بازار راحت شد که اوکی دیگه نگرانی از تورم وجود نداره، هیچ بهانه‌ای نداره فدرال رزرو که بخواد نرخ بهره رو این بار هم پایین نیاره یا کم پایین بیاره. پس با خیال راحت یه جوری بازار برگشت به جایی که قبلا بود. خیلی حرفی واسه گفتن نیست. من با سر دوستان صحبت می‌کردم و انتظار من این بود که حداقل یک در واقع ریزش دیگر از اینجا داشته باشیم. خیلی از دوستان استفاده کردن، دمشون گرم.
و ما در بیت کوین استفاده کردیم از این ریزشی که به خاطر ین اتفاق افتاد نه در بازار بورس آمریکا. ولی خب این درسی که برای من این وسط وجود داره و چیزی که شاید به درد همه بخوره این هستش که اگر بازار با تئوری شما صدق نکرد، اون چیزی که انتظار داشتین اتفاق نیفتاد، نترسید، چیزی رو از دست ندادید. انتظار داشتیم یک پایین دیگه داشته باشیم که تو موقعیت خرید بهتری باشه، نشد، اب نداره، مهم نیست، صبر میکنیم تا تئوری بعدی و اتفاق بعدی. اصلا نیازی نیستش که پنیک بکنین، ترس از جاموندن داشته باشین. این ترس از جاموندن، این بالا خرید کردن میتونه که خیلی خیلی بیشتر به ضررتون باشه تا اینکه هیچ کاری انجام ندید. اینم درس از بازار بورس آمریکا. از اون طرف طلا در بالاترین قیمت‌های خودش به سمت میبره، آلتایم هایش رو دوباره شکست، ار 2500 دلار و خب خیلی قابل توجه هستش. میدونیم که از لحاظ ژئوپلیتیک دنیا در جایی نیستش که همه چی گل و بلبل باشه، اوضاع کمی ترسناک هستش در دنیا و خب طلا هم خودش رو نشون میده در کنار اینکه در واقع سیاست‌های اقتصادی هم نشأت میگیره این افزایش قیمت و خب سعی تر خودش رو نشون داده. ولی خب طلا یکی از سرمایه‌گذاری خیلی خوب بوده در 5 سال 10 سال اخیر، از اول وقتی که در واقع گنج رو راه انداختیم و با هم صحبت کردیم و دوستانی که از اول با من بودن میدونن که مقدار قابل توجهی طلا هم دارن و امیدوارم که این اتفاق براشون اتفاق خوبی باشه. اینم باید بگم دوستان، وقتی که هایپ انقدر زیاده، وقتی که پر میشه اخبار از یک چیزی، خیلی باید حواستون باشه. این تحلیل سنتیمنت، نه تحلیل تکنیکال، نه تحلیل فاندامنتال، چیزی که میخوام بگم کاملا سنتیمنت و رفتاری هستش، آدم شناسانه هستش. وقتی که در مورد یک چیزی هایپ خیلی زیاد میشه، چند تا فاز مختلف میگیریم. فاز اولی که میگیریم در وقتی قیمت شروع میکنه به بالا رفتن این شکلی، وقتی مخصوصا وقتی آل تایم های میشکنه، چیز اولی که میگیریم اینه که خب آلتایم های شکست، این دروغه، این فیکه و قطعا میریزه. اونجا اگر چیزی که داریم میبینیم، اگر سنتیمنت کلی این شکلی باشه، معمولا اتفاقی که بعدش میفته اینه که یه حرکت دیگه به سمت بالا خواهیم داشت. یه جورایی میشه اینجوری بهش فکر کنیم که انگار که برای اینکه همینا لیکویدیت بشن. حالا اینکه چرا واقعا این اتفاق میفته رو کاری نداریم که چجوری اتفاق میفته رو در موردش بهش صحبت کنیم. اما بعد از اون به این نقطه میرسه که همه این کسانی که معتقد بودن که خب نه این فیکه، نمیتونه بالاتر بره، همه شروع میکنن تغییر جهت دادن. اه نه، این واقعا داره میره بالا، طلا 3000 دلار، طلا 3500 دلار در پیشه، همه خوشحال خندان. اونجا جایی هستش که اون ریزش اتفاق میفته. پس یک کمی بد نیست حواستون به این سنتیمنت هم باشه. خیلی کار سختی هستش و خیلی کار نادقیقی هستش استفاده از سنتیمنت برای ترید کردن. و به خاطر اینکه مگه حرف چند نفر رو میتونیم بخونیم؟ مگه چقدر میتونید که دسترسی داشته باشین؟ فکرش چند نفر رو مگه میتونیم بخونیم؟ چند تا روزنامه رو مگه میتونیم بخونیم؟ ولی خب به عنوان یه کارت دیگه‌ای که بغل کارت‌های دیگه‌تون باشه، برای اینکه یه ذره دیگه بهتون اج بده در بازار، کمی برتری بیشتری در بازار بهتون بده، میتونه چیز جالبی باشه. بسیار عالی، ممنونم ازتون که تا به اینجای کار همراه ما بودین. مراقب خودتون باشین، در هفته نامه دیگر میبینمتون و دوره آنچین و دوره تریدینگ با من شغل رو هم حتما یه سری بهش بزنین. جلسات اولشون رایگان هستش، ببینید شاید به درد شما هم خورد. ممنون از شما، تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.